بشم مشم نصیب نصریه تورا سیوا لانو موشی مراشا کیلد یعقوب. تورا که در شبات قرار می شود پارشت شفتیم به شطریم که می فرماد شفتیم به شطریم تیتن لخا به خور شارخا اشید از نای لخا نوتین لخا دیشواته خا به شفتو ات آم میشپد صدق. شفت یعنی قاضی، شفتیم قضات، شفته یعنی پاسوان نگهبان که جمعش میشه شطریم نگهبانان. معین کن برای خودت در تمام دروازه های کشورت که خدای خالقت به تو میدهد تا قوم را عادلانه داوری کنند. پارشت شفتیم به شطریم همیشه در ماه ایلول قرائت می شود و در این ماه که برای هر کس لازم به واجب است سعی کند هر گونه گناهی یا عمل زشتی در دست دارد ترک کند. وقتی اونچه در این پارشای شفتیم نوشته شده به مدت 40 روز انجام دهد کاملا برایش عادی می شود که در طول سال هم انجام دهد. مثلا اخامی فرمودن هر کس در این ماه تا روز اوشن و ربا هر روز چند مزمور از کتاب تهیلیم قرائت کند مطمئن باشد که در سالی که در پیش داریم هیچ گونه ناراحتی و خطری برایش نخواهد بود. می فرماد شفتیم و شطریم تیتن لخا یعنی پاسبانان و نگهبانان محافظین برای خودت قرار بده. چرا گفته برای خودت؟ یه تو قبل از اینکه بخوایی دیگران را نصیحت کنی اصلاح کنی باید ابتدا خودت از هر گونه کردار و گفتار و اندیشه بد پاک کنی، بعدن برای دیگران اقدام کنی. یک نفر تصمیم گرفت تمام مردم شهرش را اصلاح کند. مدتی روی برنامه کار کرد، نتیجه نگرفت. بعد تصمیم گرفت فقط فامیل یا خانواده خودش، باز موفق نشد. پس فهمید که اول باید خودش را اصلاح کند. بعد می فرماید به خول شعاره خواه در تمام دروازه هایت که منظور برای 7 دروازه یا سوراخ‌هایی است که در سر وجود دارد. 2 چشم، 2 گوش، 2 سوراخ‌های بینی و 1 دهان. را چشما یه پرهیز کن از اون که میبینی و عقب اون نرو، چون نوشته است این یسر هارن شولید الا به می که ایناب روعود، یعنی یسر هارن مسلط نمیشود بر هیچ چیزی مگر این که اول چشم انسان اون چیز را دیده باشد. برای همین 3 مرتبه در شمع میخوانیم به لوتا تورو اخری ربخیم و اره نخیم، یعنی پیروی نکنید عقب چشمتان و عقب قلبتان. چشم انسان و قلب انسان 2 عضوی هستن که تمام گناهان را باعث می شوند. یعنی اول چشم می بیند بعد قلب انسان خواستگار او می شود، سپس دست و پا و سایر اعضای بدن برای به انجام رسیدن خواسته چشم حرکت می کنند. یا با چشم حیز و چشم بد به زن مردم، ناموس مردم نگاه نکن. به خانه، به زمین، باغ، ماشین، ثروت، آپارتمان و سایر زندگی این آره به کار نبر. دیدی بگو
بمپراد یوسف، بمپراد ولی آین، بانو سایدا، آل شور. بلد نبودی فقط بگو بمپراد یوسف. باز بلد نبودی بگو ماشاءالله، خدا زیاد کنه. چیزی نمخواهی ببینی فوراً چشمایت را ببند. دوم گوشها، حرفای دروغ بلا شناره را قبول نکن. اگر به تو مربوط نیست، لاشناره به سه نفر ضرر میرساند: اول گوینده، دوم شنونده، سوم اون کسی که درباره وی میگویند. به دیگران بگو من نمیخواهم این موضوع را بشنوم. شایعه شنیدی قبول نکن. در تورا میفرماد به دارشتا و حاغتا و شاعتا هتب، یعنی اول بپرس، تحقیق کن، کاملا مطمئن باش. مگر می شود هر چیزی درباره یه نفر، مرد یا زن یا یک خانواده شنیدی فورا قبول کنی؟ بیاشم میوی ادکول اباره اگوف بدین خوص می آین و اوزن، یعنی خداوند می آورد تمام اعضای بدن انسان را محاکمه می کند غیر از چشم و گوش. این در چه صورتی است؟ مثال می زنم. یک نفر از خیابان عبور می کند، سپس وارد یک کوچه می شود، بعدن وارد کوچه دومی می شود که یک دفعه یه خانمی لخت، اوریان، زیبا اونجا هست، می بیند. چشم گناهی مرتکب نشده، بایستی از اون دقیقه به بعد روی زمین نگاه کرده و فوراً از اون مکان دور شود. ولی اگر بیستد اون خانم را تماشا کند و ببیند موهایش چه رنگی هست، آیا رنگ اون طبیعی است یا مصنوعی، گردن بند او چجوری است، این مرتکب گناه شده است. یا مثلا از یک کوچه وارد کوچه دیگه شد و دید که چند نفر دارن حرفای زشت، رکیک، فحاشی میکنن. گوش میشنود خوانها، گوش گناهی مرتکب نشده، باید از اون دقیقه به بعد انگشتان خود را در گوش ها بگذارد و چه زودتر از اون محیط دور شود. بینی به مواظب باش، سوره های بینیت تو را خطاکار نگردانند. غذایی بسیار خوشمزه و مقوی دیدی؟ اگر بوی اون غذا به مشام تو رسید و تو خیلی دوست داری که اون را بخوری و دیگران همه دارن میخورن، ولی تو راتن و قدوشا خوردن اون را برای تو آسول گذاشته، تو نباید بخوری. مثلا باید بگویی گوشت خوک بسیار خوشمزه و بسیار لذیذ است، اما من نمیخورم چون تو را برای من آسور گذاشته. یا دهان، منظور زبان است که خیلی مواظب زبانت باش، چون نوشه اخاییم و ماویت به ید لشون. چشم و گوش هر کدام یک درب، ولی زبان دو درب خدا برایش معین کرده، یکی گوشی و دیگری استخوانی که دندان هاست. بیا لاشناره مگو، عیبجویی نکن، چون کسانی که لاشناره میگفتن به مرض مسورا جزام گرفتار میشدن و خوب بود که 7 روز در بیرون از اردوگاه باشن و پس از خوب شدن 2 تا گنجش بیاورن برای کفاره گناهانشان. الان چرا 7 روز و چرا تنها و چرا 2 تا گنجشک؟ 7 روز بشیند
به فکر کند که در روزهای هفته های گذشته برای چه کسانی لاشونه را گفته، برای چه کسانی غیبت کرده. تنها برشیند که خوب تمرکز حواس داشته باشد، تفت از اینکه خوب شد دوتا گنجش بیاورد، نه بره نه گوسفند. چرا گنجش؟ چون تنها بین ایوانات و تمام پرندگان و چرندگان گنجشگاه هستند که اختیار زبانشان دست خودشان نیست. روی این شاخه درخت جیگ جیگ میکنن، شاخه دومی جیگ جیگ میکنن، این کسانی که لاشونه رو میگن. میگه با زبانت به کسی قولی مده که نتوانی انجام دهی. بارها گفتیم لپنه شتیفته اتویخا تخشوف، قبل از اینکه دهانت باز کنی فکر کن. اگر نگو قول میدم، اگر نشود اول نمی کنم. چون میگه دیبوری اسرائیل کشوعا، وقتی یک فرد اسرائیل به دیگر قول داد، حرف او مثل شواست. چرا؟ تو با زبان قول میدهی. زبان در زبان نبی میشود لاشون، لامد شین واو نون که جمع حروف های این میشود 386. شخینا اونم میشود 385. به اضافه خود کلمات میشود 386. پس وقتی که بگین فرق قول دادی، شخینا اونجا حاضر به نازه و میشنود. بی قبل از اینکه بخوایی درباره دیگران قضاوت کنی، کلای خودت را قاضی کن. یعنی خودت را قاضی قرار بده، خودت را به جای اون طرف قرار بده. مثلا یکی میگوید فلانی هم آمده بود کنسا، نگو چه کنسا آمدنی که شوهرش این کار میکند، زنش اون کار میکند، پسرش یا دخترش اون چنان و چنانن. میگه زکست نپسند اون چه تو را نیست پسند. اگر دیگری با من چنین عمل کند آیا من خوشحالم؟ آیا خوب است؟ میگه برای هر یک از اعضای بدنت یه قاضی و شوفیر یا نگهبان قرار بده. قبل از انجام هر کاری فکر کن، قضاوت کن. اگر عقلت اجازه نمیدهد پس انجام نده. فرمودن شیوعا کیتوت مقبلوت پنه شخینا، یعنی کسانی که برای هفتا از عضوهای بدنشان شوتر یعنی نگهبان بگذارن، موفق به دیدن شخینا میشوند. اول چشمها، گوشها و زبان و گارون یعنی گلو، منظور خواهی خوردن و نوشیدن چیزهای ممنوع هست. می فرماید ایزوی پارشا کتنا شخول گوفه تورا تلوئین با، یعنی کدام از کوتاه‌ترین کوچکترین پارشای توراتون قدشا که تمام فرمانهای تورا در اون گنجانیده شده است. به اون این است به خول دراخیخا دائه او فکره، یعنی در تمام راههایت طریقت و کارهایت به خدا رفت بده. در تمام گفتار کردار اندیشه و فکرت خدا را حاضر و ناظر بدان. مثل این است که 613 تا فرمان تراتو و قدوشا را انجام داده ای. برای ما نوشتن که آبود قدوشیم ابرام سایقو 613 تا فرمان تو را انجام می دادن، در صورتی که خیلی فرمان ها هنوز صادر نشده بود، هنوز حشم نفرموده بود. جواب این است که اونها در تمام مدت شبانه روز حتی در خواب 24 ساعت اونها به فکر حشم بودن. دلیل در تمام اعتراضات قدوشا
24 مرتبه نامه های ابراهام، عیسی، یعقوب با هم آمده است. دنباله پاسخ می فرماد تیتن لخا لشواتخا، لشواتخا یعنی اسبات، طایفه، شیبت معنی چوب هم می دهد. به ما تذکر می دهد اگر از اون هفتا عضوایی که در بالا ذکر شد محافظت نکنی از جانب خداوند چوب می خوری. نصیحت می گیریم اگر دیدی یک ناراحتی، یک گرفتاری برای خودت، زنت، بچه هایت پیش آمده، فوراً باید در یک گوشه بنشینی، فکر کنی، ببینی کدام یک از اون هفتا گناه ها تو مرتکب شده ای که الان داری چوبه هشه می خوری. باید فوراً تشبه کنی تا شفا یابی. در خاتمه از هشه می طلبم رفاشرمای کامل به تمام بیماران ما نتا بفرماید و هر کدام هر گونه گرفتاری یا ناراتی برای خودمان یا فرزندمان اون داریم، برای هر موضوعی خداوند به خوبی برطرف نموده و سلامتی و تندرستی و شادی به همگی من و سبا هگانا لیسایی نتا بفرماید. بفرمایید آمین. کودخیم تیگو و روخیم. شبات شلوم.